آخرین گروه از اعضای سازمان چریکی فارک شامل 300 زن و مرد روز شنبه وارد یکی از مناطق خلع سلاح در این کشور شده و اسلحه هایشان را زمین گذاشتند. دولت کلمبیا و نمایندگان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا موسوم به فارک در 24 نوامبر و سرانجام پس از پنج دهه درگیری مسلحانه موفق به امضای پیمان صلح شدند. پس از امضای این پیمان با نظارت سازمان ملل 26 منطقه خل اصلاح برای حدود 7000 چریک عضو فارک در سراسر سر خاک این کشور راه شد اکنون با پایان روند خل اصلاح مراحل بعدی پیمان نامه به اجرا گذاشته می شود از جمله فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت اعضای فارک به یک زندگی عادی و غیر نظامی و تبدیل شدن فارک به یک جنبش سیاسی